نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه دهم ماه جدی سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 ماه دسامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. آغاز ماموریت تازه ناتو و توانایی های نیروهای امنیتی افغان. گردآوری عواید دولت با کلدار پاکستانی در ولایت ننگرهار. سال 2014 میلادی خونبارترین سال برای خبرنگاران کشور. و نگاه به رویدادهای مهم جهان در سال 2014 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ماموریت تازه ناتو فردا رسما آغاز می شود. با پایان ماموریت جنگی 13 ساله نیروهای ISAF در افغانستان قرار است ماموریت تازه ناتو به نام حمایت قاطع آغاز شود. وزارت امور داخله روز سپرده شدن تمامی مسئولیت های امنیتی را از نیروهای خارجی به نیروهای افغان یک روز تاریخی می داند. این وزارت میگوید که نیروهای بومی توانایی دفاع مستقلانه را از کشورشان دارند. وزارت امور داخله میگوید که هراس افغانان دیگر هیچگاه مجال برهم زدن امنیت کشور را نخواهند داشت. کریم امینی گزارش میدهد. امروز پایان 13 سال ماموریت جنگی نیروهای خارجی، آغاز یک فردای تازه برای نظامی پوشان بومی. ما تامین امنیت کشور خود را می داشته باشیم. دشمنای صلح آرامی مردم افغانستان باید بدانند که افغانستان افغانستان 13 سال قبل نیست. آماده و دست بماشه، آماده برای گرفتن تمامی مسئولیت های امنیتی. ناتو پس از این در افغانستان نقش جنگی نخواهد داشت. از این پس تنها نیروهای بومی هستند که در میدان های نبرد خواهند رزمید. ما میتونیم که ما از وطن خود دفاع کنیم و امنیت از یک کشور تامین بسازیم. نیروهای بومی در نبرد با هراس افغانی توانایی های خوبی دارند. تجربه های 13 ساله جنگ در کشور این نیروها را کارکشته ساخته است. اما آنچه که سبب می شود نیروهای امنیتی در میدانهای نبرد اندک کم بیاورند و حتی در برخی از حالتها جا خالی کنند، محروم بودن این نیروها از جنگ افزارهای سنگین و پشتیبانی هوایی است. در قسمت تجهیزات، در قسمت اول ما تیاره و ضد حوالات هوایی و موشکهای دوربرد و سلاحهای خفیفه درست در همه قسمتها واقعا ما مشکل داریم. ماموریت تازه ناتو به نام پشتیبانی قاطع فردا آغاز می شود. ماموریتی که آموزش، مشورت‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغان خواهند بود. این ماموریت را نزدیک به 13,000 نظامی امریکایی و ناتو پیش خواهند برد. انتظار می رود که ناتو و در رأس آن ایالات متحده امریکا در این ماموریت چنان که تعهد کرده است نیروهای افغان را با جنگ افزارهای سنگین بسیج کند و نیز در تجهیز نیروهای هوایی افغانستان کمک نماید. تعهدات را که با ما صورت گرفته عملی شود. ما هنوز هم به کمکایشان نیاز داریم، به کمکای تکنیکی، کمکای از نقطه نظر مشوره، از نقطه نظر تجهیزات، بخصوص تکنولوژی. در قسمت هوایی ما فوق العاده نیاز به ای داریم. با خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان و سپرده شدن تمامی مسئولیت های امنیتی به نیروهای بومی، دو پنجره برای فرداهای کشور باز شده است. پنجره فرداهای بهتر و روزهای خوش و پنجره‌ای که در آن سویش افزایش ناامنی‌ها و ادامه خشونت‌ها دل‌ها را پراندوه می‌سازند. در این حال رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا باراک اوباما را از بحر راهبرد این کشور در افغانستان هشدار می‌دهد. جان برنر می‌گوید که اوباما باید بداند که راهبرد واشنگتن در بیرون ساختن تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان سال 2016 میلادی پیامدهای ناگوار خواهد داشت. آقای برنر که یکی از رهبران برجسته حزب جمهوری‌خواه نیز است، می‌گوید که تعیین مهلت‌های خودسرانه و سیاسی برای پایان جنگ باعث جسور شدن دشمنان آمریکا در افغانستان شده است. کل
کابینه پیش از پایان 100 روز نخست کار رئیس جمهور معرفی خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که تلاش ها برای اعلام هر چیز زودتر کابینه به شدت ادامه دارند و در نخستین روزهای هفته نو کابینه اعلام خواهد شد. ریاست اجرایه نیز از گفتگوها میان رئیس اجرایه و رئیس جمهور درباره کابینه سخن میزند و میگوید که در این گفتگوها پیشرفتهایی به میان آمدند، اما دو طرف به توافق نهایی نرسیدند. تعادل قوی و منطقه‌ای، سهم زنان، تخصص و شایسته سالاری از اصل‌های مهم در کابینه تازه هستند که رئیس جمهور بر آنها تاکید می‌ورزند. شکیلا ابراهیم خیل جزئیات را گزارش می‌دهد. برای اعلام کابینه شمارش معکوس آغاز شده است. قرار است کابینه پیش از پایان 100 روز نخست کار رئیس جمهور اعلام شود. کابینه جدید انشاءالله عنقریب اعلان خواهد شد و ای در صدر کار خود رئیس جمهور قرار داره. شما میفهمین به خاطر یک کار قوی، یک بنای قوی نیاز است. سخنگوی رئیس اجرایه نیز واژه های همیشگی به زودی را برای اعلام کابینه به کار میبرد و میگوید که در این گفتگوها پیشرفت های به میان آمدند. ما نامه را معرفی کردیم، ولی چون تا همین لحظه که با شما صحبت میکنیم این نهایی نشده، اعلان نشده، نمیشه که از یک توافق قطعی حرف زد، ولی حکومت وحدتی ملی است، به اساس توافق نامی سیاسی هر دو طرف حق دارن نامزدهای خود را معرفی بکنن و کسی طبیعتاً حق ویتو و رد کامل خواست طرف دیگر نداره. ریاست جمهوری انگیزه تأخیر کابینه را دقت در گزینش افراد شایسته میداند که بتوانند تا 5 سال به مردم پاسخگو باشند. رئیس جمهور خواستار یک کابینه است که در پهلوی از اینکه مسئله کفایت در او مطرح است، یک تعداد مسائل دیگه مثل مسائل تعادل قومی، مثل تعادل منطقه‌ای در پهلوی از این مسئله سهم زنان در این کابینه و همچنان مسائل تخصص و شایسته سالاری، اینا هم باید مد نظر گرفته شود. با گذشت 94 روز از ایجاد حکومت وحدت ملی، هنوز هم از اعلام کابینه خبری نیست. بخش از درآمدهای حکومت در ولایت ننگرهار با کلدار پاکستانی گرد آوری می شوند. مسئولان بانک مرکزی می گویند که با وجود تلاش های فراوان برای ترویج افغانی در این ولایت، هنوز هم کلدار پاکستانی به گونه فراگیر در چالش است. بعد تا بسیاری از کارمندان دولت داد و ستدهایشان را با کلدار پاکستانی انجام می دهند. در این حال شمار از باشندگان ننگرهار می گویند که چالش کلدار در ولایت‌های شرقی به ویژه در ننگرهار عام شده است و پرداخت کلدار در نهادهای دولتی ممنوعیت ندارد. هرچند دوران کلدار پاکستانی در ولایت‌های مهم مرزی با پاکستان از سالها به دین سو ادامه داشته است، اما گفته می شود که در حال حاضر اداره‌های دولتی نیز درآمدهایشان را با کلدار پاکستانی گردآوری می کنند. مسئولان بانک مرکزی در ولایت ننگرهار میگویند که داد و ستد با کلدار پاکستانی در ولایت ننگرهار مشکلات بزرگ مالی را در این ولایت به بار آورده است. متاسفانه زمونږ اکثر اداري اواید په کلدارو راټولي، زمونږ د ټولو دولتي مامورینو، د ټولو دولتي کارمندانو، هغه که لوړ پوړي دي که جګ پوړي دي، هغه که ملکی دي که غیر ملکی دي، د ټولو په جیبونو کې کلداري دي. مخکې خو صرف د خلکو ترمنځ راکړه ورکړه په کلدارو باندې کېده، خو چې موږ څومره اورو په ځینې دولتي ادارو کې هم هغوی د افغانۍ په مقابل کې کلداري اخلي. در همین حال شمار از رانندگان میگویند که دفترهای ترانسپورت، شهرداری و ترافیک در ولایت ننگرهار هم پول افغانی و هم کلدار را میگیرند و حتی بر پرداخت به کلدار پاکستانی بیشتر تاکید میشود. ترانسپورت جدی اکثر افغان کلداری ملی افغانی ملی گاڑی وړی علی مامورین دولت برای راست راضی کلدار راوړي، کلدار راوړي، کلدار مونږ تر کوي، مونږ به کلدار سودا اخلي. اما مسئولان وزارت ترانسپورت میگویند که درآمدهای ترانسپورتی بر بنیاد پارچه های چاپ شده که روی آن ارقام به پول افغانی نوشته شده است گردآوری می شود و از این درآمدها به پول افغانی حساب گرفته می شود. عملا حل این موضوع، از بین بردن این موضوع از طرف مقام وزارت در بنادر در ولایت ها هیئت موظف از طرف وزارت است کنترل می کنند. هرچند دوران کلدار پاکستانی در شرق و جنوب کشور و دوران تومان ایرانی در غرب کشور گسترده بوده است،
و همواره درباره زیان‌های این روند سخن گفته شده است، اما روشن نیست که بانک مرکزی با داشتن کمیسیون مشترک از اداره‌های مختلف حکومتی چرا نمی‌تواند جلو دوران یافتن ارزهای خارجی را در داد و ستدهای روزانه بگیرد. سال 2014 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران کشور گفته شد. نی یا نهاد حمایت از خبرنگاران که از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران نگران است، میگوید که خشونت در برابر خبرنگاران نسبت به سال گذشته میلادی 64% افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش این نهاد، امسال 125 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده اند. در سال 2014 میلادی 8 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. نی میگوید که این خبرنگاران در حمله های مخالفان مسلح جانهایشان را از دست دادند. نور احمد نوری تهیه کننده در یک رادیو در هلمند، احمد شاهد نعیمی خبرنگار تلویزیون سبا، سردار احمد خبرنگار آژانس خبری فرانسه، نیلز هارنر یک خبرنگار سویدنی، بانو انیا ندرنگاس خبرنگار اسوشیتد پرس، خالد آقا یعقوبی مجری برنامه های تفریحی یک رادیوی محلی در بلخ، بلوشه توخی گوینده یک رادیوی محلی در بلخ و زبیر حاتمی تصویربردار کسانی بودند که در سال 2014 میلادی در افغانستان کشته شدند. ما در سال 2014 8 مورد قتل خبرنگاران را داشتیم که از این میان 2 خبرنگار خارجی، یکی در کابل و یکی هم در جنوب افغانستان، به قتل رسیدند. بر بنیاد این گزارش نی، 9 خبرنگار دیگر در رویدادهای هراس افغانانه زخم برداشتند، 20 تن بازداشت شدند، 38 تن دیگر لاتوکوب شدند و نیز 50 خبرنگار دیگر تهدید شدند. 80 مورد ضرب و شتم، تهدید، بازداشت موقت و امثال خشونت دیگر 80 مورد از جانب منصوبان دولتی افغانستان صورت گرفته. 11 مورد از جانب طالبان که شامل موارد قتل هست انجام شده. پیش از این نهاد موسوم به پرس امبلن کمپین سال 2014 میلادی را از خونبارترین سال برای خبرنگاران در سراسر جهان اعلام کرد. در این سال در حدود 128 خبرنگار در سراسر جهان جانهای خود را از دست دادند. در 2 سال اخیر شمار معتادان مواد مخدر در کشور به گونه چشمگیری افزایش یافته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر از افزایش معتادان در کشور سخت نگران است و میگوید که مکنون بیشتر از 1 میلیون معتاد در کشور وجود دارند که شمار بزرگ از این معتادان را کودکان تشکیل میدهند. در این باره حازم آرش گزارش دارد. کابل شهر با بیش از 5 میلیون باشنده، از این جمعیت در حدود 300 هزار آن معتاد به مواد مخدر هستند. بیشتر معتادان زمان را در زیر پل‌ها سپری می‌کنند. در اینجا کودک، جوان و کهنسال در کنار آتش نشستند و مواد مخدر به کار می‌برند. اینجا پل سوخته کابل است. دو طرف هم جاده عمومی برای رفت آمد کنندگان، اما پیاده روها در پل سوخته به خوابگاه معتادین مبدل شده. دیده میشه که تمام معتادینی که شب مواد مخدر استفاده کردن شب تا صبح در این همینجا خوابیدن و هنوز هم که بامداد است از خواب بیدار نشدن. گفتم میشه روزانه 7 تا 10 تن از یا به علت سرد بودن هوا در همینجا ها جان خود از دست میتن و از بین میرن. احمد 2 دختر دارد و چند سال میشود که معتاد شده است و میگوید که بهای مواد مخدر ارزانتر از بهای آرد و برنج است. درست است که مثال 50% میره مزدورکاری، گلکاری، رنگمالی، نجاری، 50% دیگه چه حتما از یک طریق دیگه یا دوزی میکنه یا مثال یک کار انجام میده که مثال باید مواد خود تهیه کنه. وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز از افزایش شمار معتادان در کشور نگران است. قبول کنیم که از سال 2009 تا سال 2012 یا 13 بسیار انکشاف سریع داشته و این بسیار روز تا روز بیشتر شده. نبود درمانگاه ها از علتهای اصلی افزایش معتادان گفته می شود. بسیاری از این معتادان از سرما جان می دهند. ما اگر بتانیم اینمی معتادینی که بی خانمان است یا هوملیس است، ما بتانیم اینا را همونجا جمع‌آوری کنیم که بسیار مشکلاتی عمده که در خودی برای خودی از ایناست، برای همشهریان عزیز کابل است، این رفع شود.
شمار از آگاهان یگانه علت معتاد شدن را ناداری، بیکاری و حاکم نبودن قانون در بازداشت قاچاقبران مواد مخدر در کشور می دانند. بر بنیاد آمارها در حال حاضر روزانه در حدود 15 کیلوگرم ایروین تنها در شهر کابل مصرف می شود و ظاهرا قاچاقبران به سادگی می توانند روزانه در حدود 15 کیلوگرم ایروین را در شهر کابل به فروش برسانند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. جهان در سال 2014 میلادی گواه رویدادها و تحولات گوناگون بود. اعلام خلافت اسلامی از سوی گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، آغاز حملات علیه ائتلاف جهانی در برابر این گروه، پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره کنگرس امریکا، ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت بزرگ جهان و تیرگی رابط روسیه با قدرت‌های غربی در پیوند با بحران اوکراین از مهمترین رویدادهای این سال بودند که ناصر عزیزی در این گزارش به این رویدادها پرداخته است. در این سال خلافت اسلامی از سوی گروه داعش در بخشای زیر اداره این گروه در عراق و سوریه اعلام شد. ابوبکر البغدادی که رهبری خلافت اسلامی را بر عهده دارد، از تمامی مسلمانان جهان خواست تا نظام مردم سالاری غربی را نپذیرند و در عوض از خلافت اسلامی پیروی کنند. اما برای شکست این گروه، ائتلاف جهانی بر رهبری ایالات متحده آمریکا ایجاد شد، ائتلافی که بیش از 60 کشور جهان عضویت آن را داراست. جنگ داخلی در سوریه وارد چهارمین سال شده است. این درگیری ها تا کنون بیش از 200 هزار کشته بر جا گذاشتند و بیش از 3 میلیون تن دیگر مجبور شدند تا به کشورهای همسایه سوریه و کشورهای دیگر جهان بروند. شمار بیجا شدگان داخلی نیز در سوریه به 4 میلیون تن رسیده است. از سوی دیگر ملاله یوسفزای پاکستانی و کیلاش ساتیارتی هندی به گونه مشترک برنده جایزه صلح نوبل سال 2014 میلادی شدند. این جایزه از بحر مبارزه این دو فعال در عرصه حق آموزش و پرورش کودکان به آنان اهدا شد. تلاش های گروه پنج به اضافه یک برای رسیدن به یک توافق نهایی هسته‌ای با ایران یکی دیگر از مسائل مهم این سال بود. هرچند گروه پنج به اضافه یک با ایران برای رسیدن به یک توافق نهایی هسته‌ای در ویانا بر میز گفتگو نشستند، اما این گفتگوهای هفت روزه سرانجام به نتیجه پایان یافتند و مهلت برای رسیدن به این توافق تا شش ماه دیگر تمدید شد. در این سال خودداری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین از امضای پیمان بازرگانی با اتحادیه اروپا سبب آغاز اعتراضات ضد حکومت در این کشور شد. این اعتراضات سرانجام به برکناری ویکتور یانوکوویچ از سمت ریاست جمهوری این کشور انجامید و فشارهای مخالفان سبب شد تا وی به روسیه فرار کند. به دنبال آن حکومت روسیه برای پیوستن منطقه کریمی اوکراین به روسیه آستین برزد و با وجود هشدارها و مخالفت‌های قدرت‌های غربی روسیه کریمی را جز قلمروش ساخت، کاری که خشم قدرت‌های غربی به شمول سازمان ملل متحد را برانگیخت. انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا در سال 2014 میلادی برگزار شد. در این انتخابات جمهوری خواهان توانستند دموکرات‌ها را شکست دهند و اداره مجلس سنا را نیز به دست گیرند. در این سال نوار غزه گواه حمله‌های هوایی و زمینی اسرائیل بود. در این حمله‌های هفت هفته‌ای بیش از 2200 تن کشته شدند که بیشترشان غیر نظامیان فلسطینی و شمول زنان و کودکان بودند. شیوع بیماری ایبولا در غرب آفریقا در سال 2014 میلادی نگرانی شمار زیاد از کشورهای جهان و شمول ایالات متحده آمریکا را به همراه داشت. بیماری که تاکنون نزدیک به 8000 تن در نتیجه آن جانهایشان را از دست دادند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید.
از 66 پروژه جاده سازی وزارت فایده ما در سال روان تنها 5 پروژه آن به بهره برداری سپرده شدند. مثلا وزارت فایده ما میگویند که به علت کمبودی های مالی و مشکلات دیگر 51 پروژه جاده سازی این وزارت به سالهای دیگر منتقل شدند. این در حال است که دیروز رئیس جمهور غنی در یک نشست ویژه با مسئولان وزارت فایده ما کار این وزارت را در نظارت از پروژه های جاده سازی، کیفیت ساختمان جاده ها و زیربناها بسیار ضعیف خواند و گفت که در 13 سال گذشته در این بخش ها کار بنیادی نشده است. زبیح‌الله جهان مل گزارش می‌دهد. پس از آن که رئیس جمهور کارکردهای وزارت های سکتوری به ویژه وزارت فواید عامه را در ساخت جاده های معیاری و با کیفیت بسیار ضعیف گفت، اکنون سرپرست وزارت فواید عامه از مشکلات مانند نبود امکانات مالی برای تکمیل پروژه های جاده سازی سخن می‌گوید. افغانستان حداقل 100 سال آینده زیر بنا می‌سازد، اما ما اینطور رفتار میکنیم که زیر بنا رو بر 6 ماه می‌سازد. در این 13 سال بدبختانه سر ظرفیت بنیادی انجینری که برای ضرور است، اداره، حفظ مراقبت، مدیریت پروژه و بعد از اون مدیریت زیربنای تکمیل شده فکر اساسی نشد. موگا پر از کار شپوک شپیت پروژه لرلی، منظور سای پروژه. دیدوغ شپوک شپیت منظور سای پروژه نه، نمو پینز پروژه تکمیل سی، او متباقی یو شپیت پروژه باید انتقال سی. چلور نویم کالته؟ گفته می شود از 26 هزار کیلومتر جاده های کشور که در 13 سال گذشته ساخته شدند، بخش بزرگ از آن در حال حاضر ویران شده است و یا هم با خطر ویران شدن روبرو است. به این قیمتی که پروژه تمام شده قابل تمویل ما نیست. بسیار ساده، کیفیت بالاتر قیمت پایین‌تر می خواهد. این در حال است که ساخت جاده های افغانستان بیشترین هزینه ساخت را در جهان دارند و ساخت هر کیلومتر جاده در افغانستان به گونه افسط نزدیک به 2 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 58 افغانی و 20 پول، یک یورو 71 افغانی، یک درهم امارات 15 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 930 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 575 افغانی. با عرض سلام. ورزشگاه ولایت پنجشیر از سوی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب گشایش یافت. این ورزشگاه که به نام مارشال محمد قسیم فهیم نامگذاری شده است، امروز به بهره برداری سپرده شد. هزینه ساختن این ورزشگاه بیشتر از 91 میلیون افغانی گفته می شود که از بودجه توسعه ریاست در بدبدنی و ورزش پرداخته شده است. پس از نزدیک به 4 سال کار ساختن ورزشگاه 18000 نفری ولایت پنجشیر پایان یافت و 4 شنبه به بهره برداری سپرده شد. در طول سالیان گذشته سپورت واقعا مراحل تکاملی خود در کشور ما به شکل بسیار درستش پیموده و ما شاهد قهرمانان بزرگی در عرصه سپورت کشور خود هستیم. امیدوار هستم که این ورزشگاه به مثل یک مکتب و مثل یک مدرسه در خدمت جوانان ما، در خدمت ورزشکارای عزیز ما باشه. در ولایت پنجشیر بیشتر از 2000 ورزشکار در 18 رشته ورزش می کنند و بر بنیاد گفته های آمر ورزشی این ولایت، این ورزشکاران اکنون می توانند در این ورزشگاه ورزش کنند. شهرداری کابل با برتری در برابر فرماندهی آموزش و پرورش پلیس قهرمان رقابت های بسکتبال در کابل شد. در پایان این رقابت ها عبیدالله ارغندیوال از شهرداری کابل به حیث بهترین بازیکن رقابت ها برگزیده شد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با طلوع نیوز باشد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.
گفتگوها پیشرفت‌های به میان آمدند، اما دو طرف به توافق نهایی نرسیدند. تعادل قوی و منطقه‌ای سهم زنان، تخصص و شایسته‌سالاری از اصل‌های مهم در کابینه تازه هستند که رئیس جمهور بر آنها تاکید می‌ورزند. شکیلا ابراهیم خیل جزئیات را گزارش می‌دهد. برای اعلام کابینه شمارش معکوس آغاز شده است. قرار است کابینه بیش از پایان 100 روز نخست کار رئیس جمهور اعلام شود. کابینه جدید انشاءالله عنقریب اعلان خواهد شد و ای در صدر کار خود رئیس جمهور قرار داره. شما می فهمین به خاطر یک کار قوی، یک بنای قوی نیاز است. سخنگوی رئیس اجرایی نیز واژه های همیشگی به زودی را برای اعلام کابینه به کار می برد و می گوید که در این گفتگوها پیشرفت هایی به میان آمدند. ما نام ها را معرفی کردیم، ولی چون تا همین لحظه که با شما صحبت میکنیم این نهایی نشده، اعلان نشده، نمیشه که از یک توافق قطعی حرف زد، ولی حکومت وحدتی ملی است به اساس توافق نامی سیاسی هر دو طرف حق دارن نامزدهای خود معرفی بکنن و کسی طبیعتاً حق ویتو و رد کامل خواست طرف دیگر نداره. ریاست جمهوری انگیزه تأخیر کابینه را دقت در گزینش افراد شایسته می داند که بتوانند تا 5 سال به مردم پاسخگو باشند. رئیس جمهور خواستار یک کابینه است که در پهلوی از اینکه مسئله کفایت در او مطرح است، یک تعداد مسائل دیگه مثل مسائل تعادل قومی، مثل تعادل منطقه‌ای، در پهلوی از این مسئله سهم زنان در این کابینه و همچنان مسائل تخصص و شایسته سالاری، اینا هم باید مد نظر گرفته شده. با گذشت 94 روز از ایجاد حکومت وحدت ملی، هنوز هم از اعلام کابینه خبری نیست. بخش از درآمدهای حکومت در ولایت ننگرهار با کلدار پاکستانی گرد آوری می شوند. مسئولان بانک مرکزی می گویند که با وجود تلاش های فراوان برای ترویج افغانی در این ولایت، هنوز هم کلدار پاکستانی به گونه فراگیر در چالش است و تا بسیاری از کارمندان دولت داد و ستت هایشان را با کلدار پاکستانی انجام می دهند. در این حال شمار از باشندگان ننگرهار می گویند که چالش کلدار در ولایت های شرقی به ویژه در ننگرهار عام شده است و پرداخت کلدار در نهادهای دولتی ممنوعیت ندارد. هرچند دوران کلدار پاکستانی سبب می شود نیروهای امنیتی در میدانهای نبرد اندک کم بیاورند و حتی در برخی از حالتها جا خالی کنند، محروم بودن این نیروها از جنگ افزارهای سنگین و پشتیبانی هوایی است. در قسمت تجهیزات، در قسمت اول ما تیاره و ضد حوالات هوایی و موشک های دوربرد و سلاح های خفیفه درست، در همه قسمت ها واقعا ما مشکل داریم. ماموریت تازه ناتو به نام پشتیبانی قاطع فردا آغاز می شود. ماموریتی که آموزش، مشورت‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغان خواهند بود. این ماموریت را نزدیک به 13,000 نظامی امریکایی و ناتو پیش خواهند برد. انتظار می رود که ناتو و در رأس آن ایالات متحده امریکا در این ماموریت چنان که تعهد کرده است نیروهای افغان را با جنگ افزارهای سنگین بسیج کند و نیز در تجهیز نیروهای هوایی افغانستان کمک نماید. تعهدات را که با ما صورت گرفته عملی شود. ما هنوز هم با کمکایشان نیاز داریم، با کمکای تکنیکی، کمکای از نقطه نظر مشوره، از نقطه نظر تجهیزات، بخصوص تکنولوژی در قسمت هوایی ما فوق العاده نیاز به ای داریم. با خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان و سپرده شدن تمامی مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای بومی، دو پنجره برای فرداهای کشور باز شده است. پنجره فرداهای بهتر و روزهای خوش و پنجره‌ای که در آن سویش افزایش ناامنی‌ها و ادامه خشونت‌ها دل‌ها را پراندوه می‌سازند. در این حال رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا باراک اوباما را از بحر راهبرد این کشور در افغانستان هشدار می‌دهد. جان برنر می‌گوید که اوباما باید بداند که راهبرد واشنگتن در بیرون ساختن تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان سال 2016 میلادی پیامدهای ناگوار خواهد داشت. آقای برنر که یکی از رهبران برجسته حزب جمهوری خواه نیز است، می‌گوید که تعیین مهلت‌های خودسرانه و سیاسی برای پایان جنگ باعث جسور شدن دشمنان آمریکا در افغانستان شده است.
کابینه پیش از پایان 100 روز نخست کار رئیس جمهور معرفی خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که تلاش ها برای اعلام هر چیز زودتر کابینه به شدت ادامه دارند و در نخستین روزهای هفته نو کابینه اعلام خواهد شد. ریاست اجرایی نیز از گفتگوها میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور درباره کابینه سخن میزند و میگوید که در این گفتگو خبرنگار تلویزیون سبا سردار احمد، خبرنگار آژانس خبری فرانسه، نیلز هارنر یک خبرنگار سویدنی، بانو انیا ندرنگاس خبرنگار اسوشیتد پرس، خالد آقا یعقوبی مجری برنامه های تفریحی یک رادیوی محلی در بلخ، بلوشه توخی گوینده یک رادیویی محلی در بلخ و زبیر حاتمی تصویربردار کسانی بودند که در سال 2014 میلادی در افغانستان کشته شدند. ما در سال 2014 8 مورد قتل خبرنگاران را داشتیم که از این میان دو خبرنگار خارجی، یکی در کابل و یکی هم در جنوب افغانستان، به قتل رسیدند. بر بنیاد این گزارش نی، 9 خبرنگار دیگر در رویدادهای هراس‌افگنانه زخم برداشتند، 20 تن بازداشت شدند، 38 تن دیگر لاتوکوب شدند و نیز 50 خبرنگار دیگر تهدید شدند. 80 مورد ضرب و شتم، تهدید، بازداشت موقت و امثال خشونت دیگر 80 مورد از جانب منصوبان دولتی افغانستان صورت گرفتند. 11 مورد از جانب طالبان که شامل موارد قتل هست انجام شده. پیش از این نهاد موسوم به پرس امبلن کمپین سال 2014 میلادی را از خونبارترین سال برای خبرنگاران در سراسر جهان اعلام کرد. در این سال در حدود 128 خبرنگار در سراسر جهان جانهای خود را از دست دادند. در دو سال اخیر شمار معتادان مواد مخدر در کشور به گونه چشمگیری افزایش یافته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر از افزایش معتادان در کشور سخت نگران است و میگوید که مکنون بیشتر از 1 میلیون معتاد در کشور وجود دارند که شمار بزرگ از این معتادان را کودکان تشکیل میدهند. در این باره حازم آرش گزارش دارد. کابل شهر با بیش از 5 میلیون باشنده، از این جمعیت در حدود 300 هزار آن معتاد به مواد مخدر هستند. بیشتر معتادان زمان را در زیر پل‌ها سپری می کنند. در اینجا کودک، جوان و کهنسال در کنار آتش نشستند. آن مواد مخدر به کار می برند. اینجا پل سوخته کابل است. دو طرف هم جاده عمومی برای رفت آمد کنندگان. اما پیاده روها در پل سوخته به خوابگاه معتادین مبدل شده. دیده میشه که تمام معتادینی که شب مواد مخدر استفاده کردن شب تا صبح در این همینجا خوابیدن و هنوز هم که بامداد است از خواب بیدار نشدن. گفتم میشه روزانه 7 تا 10 تن از یا به علت سرد بودن هوا در همینجا ها جان خود از دست میتن و از بین میرن. در ولایت های مهم مرزی با پاکستان از سالها بدین سو ادامه داشته است، اما گفته می شود که در حال حاضر اداره های دولتی نیز درآمدهایشان را با کلدار پاکستانی گردآوری می کنند. مسئولان بانک مرکزی در ولایت ننگرهار می گویند که داد و ستد با کلدار پاکستانی در ولایت ننگرهار مشکلات بزرگ مالی را در این ولایت به بار آورده است. متاسفانه زمنگ اکثر اداری اواید په کلدارو راټولی زمنګ د ټولو دولتي مامورینو د ټولو دولتي کارمندانو هغه کلور پوری دی کجیک پوری دی هغه ک ملکی دی ک غیر ملکی دی د ټولو په جبونو کې کلداري دی مخکې خو صرف د خلکو ترمنز راکړه ورکړه په کلدارو باندې کېده او چې موږ څومره ورځې په ځینې دولتي ادارو کې هم هغوی د افغانۍ په مقابل کې کلداري اخلي. در امینال شمار از رانندگان می گویند که دفترهای ترانسپورت، شهرداری و ترافیک در ولایت ننگرهار هم پول افغانی و هم کلدار را می گیرند و حتی بر پرداخت به کلدار پاکستانی بیشتر تاکید می شود. ترانسپورت جدی اکثر افغان کلداری ملی افغانی ملی گردی وردی علی مامورین دولت برای راست رازی کلدار روڑی کلدار روڑی کلدار منتر کهی منتر به کلدار و سودا خیلی. اما مسئولان وزارت ترانسپورت میگویند که درآمدهای ترانسپورتی بر بنیاد پارچه های چاپ شده که روی آن ارقام به پول افغانی نوشته شده است گردآوری می شود و از این درآمدها به پول افغانی حساب گرفته می شود. عملا حل این موضوع از بین بردن این موضوع از طرف مقام وزارت در بنادر در ولایت ها هیئت موظف از طرف وزارت است کنترل می کنند. هرچند دوران کلدار پاکستانی در شرق و جنوب کشور و دوران تومان ایرانی در غرب کشور گسترده بوده است،
و همواره درباره زیانهای این روند سخن گفته شده است، اما روشن نیست که بانک مرکزی با داشتن کمیسیون مشترک از اداره های مختلف حکومتی چرا نمیتواند جلو دوران یافتن ارزهای خارجی را در داد و ستد های روزانه بگیرد. سال 2014 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران کشور گفته شد. نی یا نهاد حمایت از خبرنگاران که از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران نگران است، میگوید که خشونت در برابر خبرنگاران نسبت به سال گذشته میلادی 64% افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش این نهاد، امسال 125 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شدند. در سال 2014 میلادی 8 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. نی میگوید که این خبرنگاران در حمله های مخالفان مسلح جانهایشان را از دست دادند. نور احمد نوری تهیه کننده در یک رادیو در هلمند، احمد شاهد نی می به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه دهم ماه جدی سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 ماه دسامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. آغاز ماموریت تازه ناتو و توانایی های نیروهای امنیتی افغان. گردآوری عواید دولت با کلدار پاکستانی در ولایت ننگرهار. سال 2014 میلادی خونبارترین سال برای خبرنگاران کشور و نگاه بر رویدادهای مهم جهان در سال 2014 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ماموریت تازه ناتو فردا رسماً آغاز می شود. با پایان ماموریت جنگی 13 ساله نیروهای ISAF در افغانستان قرار است ماموریت تازه ناتو به نام حمایت قاطع آغاز شود. وزارت امور داخله روز سپرده شدن تمامی مسئولیت های امنیتی را از نیروهای خارجی به نیروهای افغان یک روز تاریخی می داند. این وزارت میگوید که نیروهای بومی توانایی دفاع مستقلانه را از کشورشان دارند. وزارت امور داخله میگوید که هراس افغانان دیگر هیچگاه مجال برهم زدن امنیت کشور را نخواهند داشت. کریم امینی گزارش میدهد. امروز پایان 13 سال ماموریت جنگی نیروهای خارجی، آغاز یک فردای تازه برای نظامی پوشان بومی. ما تامین امنیت کشور خود را داشته باشیم. دشمنای صلح آرامی مردم افغانستان باید بدانند که افغانستان افغانستان 13 سال قبل نیست. آماده و دست به ماشه، آماده برای گرفتن تمامی مسئولیت های امنیتی. ناتو پس از این در افغانستان نقش جنگی نخواهد داشت. از این پس تنها نیروهای بومی هستند که در میدان های نبرد خواهند رزمید. ما میتونیم که ما از وطن خود دفاع کنیم و امنیت از کشور تامین بسازیم. نیروهای بومی در نبرد با هراس افغانی توانایی های خوبی دارند. تجربه های 13 ساله جنگ در کشور این نیروها را کارکشته ساخته است. اما آنچه که